داستان باداورده در زمان سلطنت خسرو پرویز بین ایران و روم جنگ شد و در این جنگ ایران پیروز شد و قسطنطنیه که پایتخت روم بود به معاصره ارتش ایران درآمد و سقوط آن نزدیک شد مردم روم فردی را به نام هرقل به پادشاهی برگزیدند هرقل چون پایتخت را در خطر میدید دستور داد که خزائن جواهرات روم را در چهار کشتی بزرگ نهادن تا از راه دریا به اسکندریه منتقل سازند تا چنون چه پای تخت بود کرد گنجینه روم به دست ایرانیان نیفتد این کار را هم کردند ولی کشتی ها هنوز مقداری در مدیترانه نرفته بودند که ناگهان باد مخالف وزید و چون کشتی ها در آن زمان با باد حرکت می کردند هر چه ملوانان تلاش کردند نتوانستند کشتی ها را به سمت اسکندریه حرکت دهند و کشتی به ساحت ساحل شرقی مدیترانه که در تصرف ایرانیان بود در آمد. ایرانیان خوشحال شدند و خزاین را به تیسفون پایتخت ساسانی فرستادند. خسرو پرویز خوشحال شد و چون این گنج در اثر تغییر مسیر باد به دست ایرانیان افتاده بود، خسرو آن را گنج باد آورده از آن روز به بعد هرگاه ثروت و مالی بدون زحمت دستی به کسی می شود آن را بادآورده می گوید.